یک آدھ جماعت کی ایران کی طرف سے بھی بات در ادامه روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، صدر اعظم پاکستان با دفاع از این روند میگوید که اخراج مهاجران افغان تصمیم درستی بود و دولت بعدی باید آن را پیگیری کند. انورالحق کاکر بار دیگر بر درستی تصمیم اخراج مهاجران بدون مدرک از این کشور تاکید کرده و گفته است که دولت بعدی باید این روند را ادامه دهد. شهروندان افغانستان وارد پاکستان می شوند باید ویزا داشته باشند. در کدام کشور شهروندان خارجی بدون پاسپورت وارد آن می شوند؟ شهروندان کشورهای همسایه از جمله افغانستان باید به قوانین مهاجرت پاکستان پابند باشند، چون این یک رویه رایج در سراسر جهان است. این یک تصمیم درست بود و دولت بعدی نیز باید این روند را ادامه دهد. این در حالی است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که بیش از 7500 تن در یک ماه گذشته تنها از طریق بندر اسپین بولدک به کشور برگشتند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که از زمان آغاز طرح اخراج مهاجران بدون مدرک تا کنون 475603 افغان از پاکستان اخراج شده و این روند همچنان ادامه دارد. شماری از مهاجران برگشته از پاکستان میگویند که پس از برگشت به افغانستان کار پیدا نمی توانند و نمی دانند که وعده بعدی غذا را از کجا و چگونه تهیه کنند. پنجاب نره روان شوی یا بلاورزه او دیر سخت یخم تیر کرده دی پلاره که طول سینی خرابی دیوانان طول دو مخی سینی خرابی اسمی داگه که لنک تخکاره کرده نو داگه کمپل و داگه رست منگ سره وشیل تا مثال زهین نلی رو باز زهین چشتا دی آگه ککور نلی کنه کم خلق چی دی زمکی پتما دی داگه پتما دی دا طول داگه تا داگه دی جیر داگه زمکی و داگه وشی بیتر دا یخنی دا او بیگا ما خام زمنګ ما خو ته ویلې ته کلیوال زمنګ دوی شو کلو جنیو او هغه هم دغه یخنې د وژنې دغه د وژنې په خپل رسید. از سوی دیگر نشریه بریتانیایی گاردین سیندی گزارش داده است که اردوی پاکستان در پی فرستادن جنگجویان داعش به خاک افغانستان است، اما امارت اسلامی این گزارش را رد کرده و میگوید که تمام سرحدات افغانستان به شدت محافظت می شود و به هیچ جنگجوی اجازه داده نمی شود که وارد خاک افغانستان شود. این راپورم یکی از روزنامه های را شاید گفته ولی استناد و دلایلشان وجود نداره. سومی که داعش یک پدیده است که برای هیچ کشور هم به نفعش نیست، به همه ضرر داره شدیدن و زیان آنها را همه کشورها حس کردن. پس ما از این ناحیه کدام تشویشی نداریم و توجه بیشتر به تمام موضوعات امنیتی صورت گرفته و میگیره. این در حالی است که سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل کشور اخیراً گفته است که میان افغانستان و پاکستان سرحد رسمی وجود ندارد و دیورند تنها خط فرضی است.